طبق رویکرد جدید پالیسی خارجی روسیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و تازگی آن را تصویب کرده است، روسیه میکوشد تا در منطقه ایرویجیا که شامل بیش از 90 کشور اروپایی و آسیایی صلح و رفاه را نافذ سازد، ولی طبق آن این صلح و رفاه محتاج به رسیدگی به مسئله افغانستان و اصول اطمینان از برقراری صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی در افغانستان است. آیا روسیه برای گسترش نفوذ خود در منطقه و فراتر از آن قادر است تا بر طالبان روی تعهد این گروه به سمت مبارزه با دهشت‌افکنی و ایجاد یک حکومت همشمول فشار بیاورد؟ و اوضاع افغانستان تا چه حد برای روسیه مهم تلقی می شود؟ تحلیل این موضوع را از مهمان این ساعت برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی، می شنویم که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام و سپاس از وقتتان. در این سند طوری که گفته شد که پوتین هم او را تصویب کرده، روی رسیدگی به مسئله افغانستان تاکید ویژه صورت گرفته. فکر می کنم مسکو در تلاش است تا با خروج ایالات متحده از افغانستان نوع تاثیرگذاری را اکنون در افغانستان داشته باشه و حضور خود را بیشتر کنه. با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما. دقیقا افغانستان برای روسیه بسیار مهم است. در طرح اقتصادی را که جنایه ها و روس ها دارد در خود کوریدور، نقش افغانستان و موقعیت جغرافیای افغانستان بسیار مهم است. اهمیت را که افغانستان بر امنیت آسیای میانه و به تبع آن بر امنیت روسیه دارد بسیار بسیار مهم است. خب روزها از سالها قبل با طالبان همکاری های تاکتیکی داشتند، اما آنچه که مهم است این است که امروز بازی های چندگانه ای را که طالبان دارد، مخصوصا ارتباطات را که با آمریکایی ها دارد، بخش زیاده از تصمیم گیران و پالیسی میکرها را در روسیه دچار تردید کرده که آیا واقعا گروه طالبان یک شریک قابل اتکا میتونه باشه یا نه. اکثر تحلیلگرا بر این معتقد هستند که طالبان در ارتباطش با روسها، با کشورهای دیگر منطقه مثل ایران صادق نخواهند بود، بلکه در نهایت روز آنچه را که به منفعتشان هست و آنچه را که به اصطلاح در پی دستیابی با او هستند به او عمل خواهند کرد. بله، خب در این سند گفته شده که افغانستان باید یک نظام ایجاد شده که در او حکومت تمام اقوام شامل باشند و بازدابنده منافعشان باشه. روسیه هم به نظر میرسه که تنها همین خواست حکومت همشمول داره، یعنی حتی روی موضوعات مرتبط به حقوق بشر هم توسط طالبان ابراز نگرانی نمیکنه. فکر میکنین تقاضاهای مکرر مسکو بتونه بر طالبان فشار بیاره که یک حکومت همشمول را در افغانستان ایجاد کنن؟ اما فکر میکنم که گروه طالبان تا حالا نشان داده که نوعی نگاهی را که نسبت به حکومت داره، نوع نگاهی را که نسبت به قدرت داره، نوع برداشت را که از حکومتداری در افغانستان داره غیر قابل تغییر هست. یعنی طالبان اثبات کرده که از نرمش و انعطاف لازم برای که بتانه پایه‌های یک حکومت ملی را، اساس یک حکومت ملی را پایه‌گذاری بکنه، فاقد یک چنین نرمش و یک چنین درک اساساً هست. بنابراین تأکید کشورهای مختلف از جمله روسیه بر درک واقعیت‌های افغانستان، و فکر می‌کنم که رفتار گروه طالبان تغییر نخواهد داد. طالبان زمان تغییر خواهد کرد که فشار واقعی را در میدان عمل تجربه کنند. بله، خب روسیه و ایالات متحده در برخی کشورها برخوردهای مستقیم و غیر مستقیم با یک دیگر دارند. فکر میکنین که روسیه کوشش کنه که از افغانستان من حیث یک محل برای واکنش مستقیم یا غیر مستقیم علیه ایالات متحده و همتایان غربی و کشور استفاده کنه؟ تحولات بعدی در افغانستان میتونه نشان بده که کشورهای مثل روسیه و یا کشور مثل ایران و بقیه به چه سمت تمایل پیدا خواهند کرد. امروز با توجه به مشکلاتی که روسها درگیر او هستند، ایرانی ها از لحاظ اقتصادی و انزوای بین المللی دچار او هستند، شاید ترجیح میدن که مدارای همراه با یک نوع به اصطلاح هوشیاری را پیشه بکنند. اما به اعتقاد من این دوام پیدا نخواهد کرد. در یک جای درد باز خواهد شد، جبهه‌گیری ها مشخص خواهد شد و او زمان هست که به اصطلاح طالبان
فشارهای واقعی را تجربه خواهند کرد. بله، سپاس از وقتتان آقای مبلغ. ممنون که برداشت و تحلیل خود را در رابطه با این تحول با بیننده در میان گذاشتید. تشکر.